کوتاه مدتی پس از به صلیب کشیدن عیسی، فردی به نام شاول بزرگترین دشمن وی شد. او در یادها خواهد ماند با نام کلوسه مقدس. یوهانس براندرا، تامس لکیر، باربورا بابولووا، انیو فانتاستاکینی به نقش پتروس با جی دبلیو بیلی، جورجیو پازوتی، کریستیان برندل به نقش یعقوب، جیوانی لومباردو ردیچه جک هدلی، یان ریکتس، فیت بروکس، کریک هیستون، یرمی زیمرمن، ماسیمو سرچیلی، ریکاردو سردون، گایتانو بارکاسیا، ماریا کریستینا هلر به نقش هاجر، دانیل لاپوچی به نقش مریم مادر عیسی، اومبرتو اورسینی و فرانکو نیرو به نقش قمالایی. سرپرست گویندگان ژیلا اشکان، صدا برداری و میکس مانی هاشمیان، دوبله شده در استودیو سیگا. شاول کورم کن، کورم کرد شاول، بگذار کمکت کنم. کورم کرد. کی کورت کرد؟ عیسی کورم کرد. کارگردان راجر یانگ. عیسی کورم کرد. تسلیم شو کاهن. چرا؟ خدا با من است. خیمه دوست. فریسیان زنده باد. بازنده بدی نبود. هیچ وقت بازنده بدی نیست. تو به اندازه من بدی نیست و همینطورم پیر. چرا آن شمشیر رامی را بسته ای؟ موسیق به نظر میاد. من از سرداران سپاه معبدم. تو یک کاسبی، چرا تظاهر به جنگ جویی میکنی؟ تنهایم بگذار. تفلی که جنگ بازی میکنه. تو کاهن من نیستی صدوقی. فریسه کاهن مسابقه را برد، اما خیمه دوز دل مردم. دینا برو خانه غذایم را درست کن. کاهن صورت خیمه دوز رو خاکمالی کرد و جمعیت خیلی خوشش آمد. هی! از کجا فهمیدی که من برنده شدم؟ از کجا فهمیدی صورتم رو خاکمالی کرد؟ تماشا میکردم. تماشا؟ نجاتم بده شول. نجاتم بده. واقعا تماشا میکردی؟ اون صورتت رو فشار داد در خاک و شما تقریبا اوریان بودید. خدا جزای گناهت را بدهد.
تو کی میخواهی با آن دختر ازدواج کنی؟ هرگز، دوستش ندارم. چرا؟ داری؟ وقتی پدرش مرد مراقبت او را به من سپردن من هم پذیرفتم. معنایش این نیست که باید با او ازدواج کنم. البته که نه، چرا آدم باید با دختری ازدواج کند که زیبا، باهوش و وحشی است و تو را دوست؟ وحشی آری، او به دانش من از تورات تردید دارد. من یک صدوقی ام، هر روز زندگیم تورات خواندم. در دانش تو به تورات تردید نمی کند، بندگی تو را نسبت به آن جویا است. تو نمی فهمی، تو یک فریسی نادانی. آنچه من می فهمم آن است که تو می خواهی کاهن اعظم معبد شوی و مطمئن نیستی که ازدواج با دینا برای جاه طلبی تو مفید باشد. کمتر کسانی هستند که جرأت می کنند اینطور با من صحبت کنند. کمتر کسانی هم مثل من تو را می شناسند. تکان نخور حاجان، تکان نخور، تکان نخور حاجان. نه، پس خواهم می گفت ماهی آیست حاجان. بگریز، بگریز، بگریز حاجان، بگریز. او را بکش، او را بکش. دور شو. پر ابهت بود شال. از آن چه گفتم معذرت میخواهم. تو قهرمان قومت هستی حاجان. لفتی ساکت باش روبین. مرا ببخش. برای چه؟ میخواستم آن مرد رو بکشی. او میخواست تو رو بکشی. عیسی به ما آموخت دشمنان ما رو دوست بداری. عیسی؟ شاول، تو زندگی یک دیوانه عیسوی رو نجات داده. عیسی همون مسیح هست. عیسی مرده. مرده؟ بیش از یک ماه است. برخیزید. نه، نمیتواند راست باشد. راست است دوست گمراه من. من اگر جای تو بودم درباره ایمان احمقانم به آن شالاتان چیزی نمیگفتم. بیا شاول. مرده؟ حقیقت ندارد، عیسی نمرده. او مصلوب شده است. اسم من بارنواست، این همسرم هاجر است. برای خدمت به او آمده ایم. من شاولم. منجی دیگری پیدا کن دوست من. بیا بفرما. تنها همین را دارم. من میوه و سبزی پرورش میدهم و در بازار میفروشم. بپذیر، بپذیر، تو زندگی ما را نجات دادی. زائر، نترس، او زنده است. امشب هنگام غروب به دنبالت میاد. او گفت شما شاهدان من در اورشلیم خواهید. چطور میتوانیم شاهدان او باشیم زمانی که تنها ذکر نام او ما را به کشتن میدهد؟ مطمئن نیستیم پتروس. او را مصلوب کردند یوحنا. 40 روز پیش، تنها 40 روز پیش، چه چیز مانع کشتن ما میشود؟ نیازی به آزار رساندن به ما ندارند پتروس. ما چون نیستیم؟ نه، فقط برگزیدگان اوییم. موعظه میکنیم که هنوز زنده است. فریاد میزنیم که صدوقیان دروغ میآموزند. میگوییم آنان خواستند رومیان او را بکشند. از او میترسیدند، ولی ما وقتی کشتن او برایشان آسان بود، فکر میکنی به صلیب کشیدن ما پیروان او، مردانی بی‌نام و نشان، چقدر مشکل خواهد بود؟ او شفایشان میداد. اگر تو سعی کنی چه؟ اگر تو سعی کنی و موفق نشوی، با خنده از اورشلیم بیرونمان میکنند. عیسی قدرت شفا بخشی به ما داده. و اگر موفق نشوی؟ اگر قدرتی را که عیسی به ما داده به کار ببری و این مردان را شفا دهی، صدوقیان دستگیرت می کنند و رومیان به صلیبت می کشند. پس مأموریت ما تمام شده پتروس. فکر کردی من ترسو هستم؟ فکر کردی می خواهم خاموش بمانم؟ تو می خواهی مصلوب شوی؟ او این را می خواهد؟ بخرید بهترین نقره اورشلیم را، به بهای خوبی به شما می دهم. عید پنتیکاست از زائر، برای جشن گرفتن باید بهترین را خرید. من پولی ندارم. تو را می شناسم. با او بودی، با عیسی ناصری بودی. میگویند زنده است. شاید عیسی به صرفی برای نگهداری میخوای دست و پایش نیاز داشته باشد. چگونه به این مردم امید بدهید؟ چگونه؟ حتی نمیتوانم حرف بزنم.
چطور میتوانیم همه چیز را تغییر دهیم؟ من یک ترسویم. کمک کنید. چگونه؟ چگونه؟ مگر کوری؟ به من غذا بده، پول بده، نمیتوانم راه برم. من چیزی ندارم. دروغگو! دروغ میگویی تا مجبور نشوی به من پول بدهی. میتوانم از عیسی برایت بگویم. عیسی؟ آن دیوانه را رومیان به صلیب کشیدن. او چه میتواند به من بدهد؟ او وضعش از من بدتر است. گم شوید! او یک رویای گرفتار خیالات باطل بود. او مرگ خودش را خرید. شما هم میخواهید میتوانید. من خیالات نمیخواهم، قضا میخواهم. بروید، بروید. میبینی؟ بدون او هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. او با ماست. کجا؟ او را احساس میکنی؟ اثری از او در اینجا میبینی؟ پتروس. کلام. فقط همین را داریم. کلام. آن هم که بیفایده است. سلام شو. سلام. سلام بر تو شو. سلام. سلام شو. بحثی در این باره ندارم. گمالایی بهترین آموزگار تمام یهودی. شاول بهترین شاگرد من که هنر چاپلوسی را آموخته. یادم نمی آید چیزی از چاپلوسی به من آموخته باشی گمالایی. سلیمان از بتالت سخن گفته. تو خوب این درس را آموختی. گرستم شاول بزرگ. اگر غذا نخورده ای امروز خواهی خورد. تو شریعت موسی را خوب فرا گرفته ای. ولی چه کنم که همه گدایان غذا خوردند و من دیگر پولی ندارم. گدایی کن. آنهایی که از قانون تورات پیروی می کنند به تو غذا خواهند داد. یا عیسی مسیح، تو به ما قول دادی و گفتی چون روح القدس بر شما نازل شود نیرومند خواهید شد و شاهد من در اورشلیم خواهید بود و در تمام یهودیه و تا سر تا سر جهان. التماس میکنیم ای عیسی، روح القدست را بر ما نازل کن، زیرا بدون تو ما هیچ کار نمیتوانیم بکنیم. به ما نیرو بده تا نامت را به سر تا سر جهان برسانیم. خداوند با ماست. روح القدس بر ما نازل شد. روحش نازل شد. پتروس. همون طور که قول داد خداوند با ماست. من عیسی را دیدم. او همیشه با من است. هیچ چیز نمیتواند مرا بلرزاند، زیرا او دست راست من است. پتروس. یوحنا، زمانش فرا رسیده. من باید بدانم آیا قدرت داریم یا مأموریت او پایان یافته. همه مردم باید بدانند که خدا او را هم خداوند و هم مسیح قرار داده. نام او عیساست. پیامبر دروغی. پیامبر دروغی. او مرده. او مصلوب شد اما زنده است. رومیان مصلوبش کردن. ما میدانیم اول شما از نادانی بود. شما نادان هستی. اکنون باید توبه کنید و به نزد خدا بازگردید. شاید گناهانتان بخشوده شود. خودت را نجات بده با برگرد به ناصریه. مرده. مرده. مرده.
عیسی مسیح است. پس چرا مرده؟ عیسی نمرده. من روی صلیب دیدمش. به نظرم هم که مرده بود. او از گور برخاست. او زنده است. ما دیدیمش. زنده. خداوند عیسی را برخیزانید. از مرگ آزادش کرد. چه باید بکنیم تا روح القدس بر ما نازل شود؟ میخواهم گوش کنم. توبه کنید و تعمید بگیرید تا شاید گناهانتان بخشوده شود. خدا پاهای مرا گرفته، دیگر چه میخواهد؟ به ما نگاه کن. من نقره یا طلا ندارم، ولی آنچه دارم به تو میدم. به نام عیسی مسیح ناصری. این را میخواهی؟ بلند شو و راه برو. مردم چه شده؟ چرا به ما خیره شده اید؟ فکر میکنید با قدرت خودمان او را شفا دادیم؟ عیسی در حضور شما این را به او عطا کرد. این کفر است. عیسی ناصری مرده، یک پیامبر دروغین. این یک معجزه نیست. او راه میرود. این مرد در تمامی این سالها تظاهر به لنگ بودن کرده تا بتواند تکدی کند. فردا باز هم مقابل دروازه به گدایی مشغول است. این هیجان زیادی است. این خواست پروردگار است. تو هم کفر میگویی؟ تو در معبد ایستاده ای، خانه خدا. باید مواظب گفتارت باشی. ایمان به عیسی این مرد را به راه رفتن این مرد را دستگیر کنید. شما این مرد را میشناسید؟ خودتان میبینید که عیسی بار دیگر به پاهایش نیرو بخشیده. کمکم کن. مسیح، مسیح، باید توبه کنید و به سوی خدا بازگردید. توبه کنید تا شاید گناهانتان مغفور شود. من کاهن اعظم معبد هستم. اسم شما چیست؟ شمعون، معروف به پتروس. یوحنا، پسر زبدی کفر ناهومی. با چه قدرتی یا با چه نامی این عمل را انجام دادید؟ این مرد به نام عیسی ناصری که خداوند او را از مرگ برخیزانید شفا یافته است. اگر از مرگ برخواسته، اکنون کجاست؟ به آسمان عروج کرده. به آسمان عروج کرده؟ ما دیدیم او را در حالی که نظاره می کردید. رستگاری جز در مسیح تر هیچ کس دیگر نیست، زیرا در زیر آسمان نام دیگری که توسط آن از گناه نجات یابیم وجود ندارد. خواندن بلدید؟ نوشتن بلدید؟ حرفتان چیست؟ ماهیگیریم. ماهیگیر؟ شما ساکنان جلیل هستید. چطور جرأت دارید جسارت کرده به این جمع فریختگان بگویید قصد خداوند چیست؟ آیا این مرد راه نمی رود؟ دو روز پیش راه می رفت؟ دو سال پیش؟ 20 سال پیش؟ شما نجاتش دادید؟ شما نجاتش دادید؟ نه، عیسی داد. ببینید، من راه می روم. من راه می روم. ببریدشان بیرون. بیرون. من راه می روم. من راه می روم. من راه می روم. ساکت. 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 این دو مرد در حضور شاهدان بسیاری به خداوند کفر گفتند و همان شاهدان دیدند که آن دو مرد لنگی را شفا دادند. مردی که همه ما دیده ایم 10 سال است کنار معبد می نشیند. نمی توانید انکار کنید؟ ما نمی توانیم اجازه دهیم این افسانه عیسی ناصری را تبلیغ کنند. او مرده. افسانه زنده است. آره، افسانه چون آتش است. پنهانش کنید خاموش می‌گردد. اگر شعله بگیرد گسترش می‌یابد. بیاوریدشان.
از عیسی ناصری سخن نمیگویید، به نام او موعظه نمی کنید، به نام او شفا نمی دهید، هرگز. اگر دیده شود در برابر مردم از این مرد سخن بگویید، این مرد مرده دستگیر و به اتهام کفرگویی و خیانت محاکمه خواهید شد. من به عنوان کاهن اعظم این معبد خداوند سخن میگویم. این که در نظر خداوند درست است که ما به شما گوش دهیم تا خداوند، شما باید داوری کنید، زیرا ما نمیتوانیم آنچه را دیده ایم یا شنیده ایم بازگو نکنیم. ما به نام مسیح عیسی ناصری تعلیم میدهیم و شفا میبخشیم. از تمام عمر را در زندان خواهید گذرانید، هرچه خدا بخواهد. ببریدشان. استیفان، این یوحناس، یکی از دوستان نزدیک عیسی. یوحنا، این بارناباس و همسنش هاجر، آنها ایمان دارانند. خوش آمدید. لطفا بفرمایید. مریم، میخواهم با دو مؤمن آشنا شوی، بارنابا و همسرش هاجر. ایشان مریم هستند، مادر عیسی. کنیز شما هستم. مادر عیسی؟ من هم آدمی مثل شما هستم. جلوی من زانو نزنید. شما برگزیده خداوند. همه ما را خداوند برای وظیفه ای برگزیده. وظیفه ماست بدانیم او از ما چه میخواهد. بیایید، بیایید با ما غذا بخورید تا از عیسی برایتان بگویم. عیسی گفت: بگیرید، بخورید، زیرا این بدن من است. این کار را به یاد من به جا آورید. مردم، تو به عیسی به عنوان خداوند و مسیح ما، منجی ما، ایمان داری؟ با دل و جانم. تو را تعمید می دهم به نام پدر و پسر و روح القدس. عهد خداوند با توست، با کسانی که ایمان آورده. هاجر، همسر بارنابا، آیا به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی ما ایمان داری؟ ایمان دارم، با تمام وجودم به او ایمان دارم. تو را تعمید می دهم به نام پدر، پسر و روح القدس. مشهور به پتروس، تو به دستور کاهن اعظم معبد بازداشت می شوی. دیروز در ظرف چند ساعت بیش از 3000 تن تعمید داده شدند. ما با بدعت تازه‌ای روبرو هستیم. بدعت؟ مطمئنید؟ رهبران آنان را رومیان مصلوب کردند. پس اینک رومیان تصمیم میگیرند چه چیز بدعت است؟ امروز صبح رومیان شکایت رسمی صادر کردند. میترسند اگر این تعالیم ادامه یابد شورشی برپا شود. پس شما فریسیان باید جلوی این مردم را بگیرید. ما فریسیان؟ چرا ما را گناهکار می‌دانید؟ چه کسی ظهور مسیح را تعلیم می‌دهد؟ فریسیان! آری، حق با روبین است. شما فریسیان این چرا تعلیم می‌دهید؟ الان تعلیم می‌دهند که مسیح از مرگ برخاسته. این تعلیم فریسی است. این رویای زندگی پس از مرگ. یا جلوی این فرقه‌تان را می‌گیرید یا با روم روبرو خواهید شد. تعلیم ما روشن است. در آخر الزمان همه ما باز بر خواهیم خواست. ولی تورات این را تعلیم نمی‌دهد. تورات شریعتی است که خدا در کوه سینا به موسی داده است. تو از تعلیم‌های صدوقیان سخن می‌گویی، ولی برای فریسیان خدا تورات را به همه داده است. با انسان است که چگونه این کلمه‌ها را برای خود تفسیر کند. شما مردم را با وعده رستاخیز گمراه می‌کنید و نتیجه‌اش این است مسیح از مرگ برخاسته. ای مردم، برحذر باشید از آن چه می‌خواهید با این افراد بکنید. اگر ایمان آنان منشأ انسانی داشته باشد، شکست خواهد خورد. تیودا را به یاد دارید؟ او صدها پیرو داشت. با این حال، زمانی که او مرد، همه ناپدید شدند. یهودای جلیلی را به یاد دارید؟ پیروان بسیار داشت. اما هنگامی که مرد، همه پراکنده شدند. اما
اگر تعلیمهای آنها از آن خداست. خدا؟ تو هم کافر شده ای؟ اما اگر تعلیمهای آنان از آن خداست، شما قادر به نابود کردنشان نیستید، زیرا با خود خدا می جنگید. محتاط باشید. زندانیان را بیاورید. زندانیان؟ چه شده؟ زندانیان گریختن. زندانیان گریختن؟ چطور ممکن است؟ در همین لحظه آنها در معبد به تعلیم مشغولند. امکان ندارد. آن دو در زندان بودند. استاد ما عیسی گفت: به راستی به شما میگویم هر کس که ملکوت خدا را نپذیرد. چگونه از زندان گریختند؟ فرشته خدا درهای زندان را برای ما باز کرد. دروغ است. شما به نگهبان رشوه داده اید و اینک او خواهد. عیسی می‌خواهد که یهودیان کلامش را بدانند. او ما را آزاد. ما به شما دستور اکید دادیم به نام این مرد موعظه نکنید. ما باید از خدا اطاعت کنیم. تازیانه اشان بزنید. 40 منهای یک تازیانه. شادی کن یوحنا، ما ارزش آن را داریم که به خاطر خداوندمان رنج بکشیم. به خاطر خداوندمان. اینان گمراه و نادانند. مادر، شما اینجا چه میکنید؟ به آنان گوش میکردم روبن. تو نباید آزارشان دهی. برویم خانه. کار سیاست خواهد به امپراتوری را به من باز. تفریح امروز را از دست دادی. میدانی امروز در معبد تازیان زنی داشتیم. میدانم پیروان عیسی را. به نظر قمالائیل شما باید کمی احتیاط کنید. ابلهی است آری، اما هر کس فریسی باشد معنای ابلهی را میداند نیست؟ روبن مواظب باش. با دوستانت مهربان باش. قول میدم مادر. به او قول میدهی ولی مرا نادیده میگیری؟ خب سارا مادر محبوب من است، اما تو همسر آیندت. شاید دینا را رنجاندی روبن. گاهی به تو افتخار نمی کنم. اکنون از دینا معذرت بخواه. قول میدهم. حالا دینا برگرد. فقط سر به سرت میذاشتم. چرا همینجا دراز نمیکشی مادر؟ غذای کافی اینجا هست. حالش خوب میشه. بشین. شاول، تو مرد تحصیل کرده ای هستی. فکر نمی کنم به فرشتگان عقیده داشته باشی. خب نه صمیم قلب. از دست شما فرنسیان. تو یک رهبر مادرزادی، انسان با فرهنگی هستی. میدانی شاول یک تبعه رومی است. پدرم تابعیت را خرید، فقط همین. به فرماندهان رومی رشوه داد تا به او تبعیت بدهند، زیرا برای سپاهشان نیاز به خیمه داشتند. او 500 درهم پرداخت. دستمزد 2 سال؟ نه برای پدر شاول، نه. پدر شاول ثروتمند بود، درست مثل خود شاول. شاید بهتر از همسر شاول شوم. ولی تو شاول را دوست نداری؟ من هیچ کس را دوست ندارم. می‌بینی؟ اگر من موهبت‌های تو را داشتم بر شهر حکومت می‌کردم. من گفتی بر شهر حکومت می‌کنی؟ نه، من فقط یک کاهنم. این روزها تجارت بر شهر حکومت می‌کند و معامله گران باهوشی چون شاول. چه معامله هوشمندانه ای شاول. شوخی می‌کنی؟ شاول بهترین معامله ها را کرده. این را گوش کن. هر روز هر سال در معبد گوسفند می‌کشد. قربانی آری. و در روز عید فصل در یک روز 20,000 گوسفند کشته می‌شود. آری. فکر می‌کنی پوست آن همه گوسفند کجا می‌رود؟ برای دوختن خیمه، آری، برای سپاه روم، برای نگهبانان معبد، برای سپاه هرود و خیمه ساز شاول است. آفرین. این روزها زنان جوان بیشتر تحت تأثیر تجارتن تا کاهنان فروتن. فروتن؟ ناگهان افتاد.
روبن. آخرین آرزویم پیش از مرگ. یا آرزو دارم هرچه شما پتروس چی؟ آنان را پیش من بیاور. ولی آنان شالاتانم. خواهش میکنم مادر، نمیتوان این را از من بخواهی. من یک کاهنم، نمیتوانم کافران را بخوانم. آنها از من میترسند، نمیایند. مرا به معبد ببر. فرصت زیادی ندارد. نمیتواند این را از من بخواهد. ولی خواسته است. خدای نیاکان ما عیسی را برخیزاند تا به عنوان رهبر و منجی مردم را به توبه وادارد و گناهان آنان را ببخشد. ما شاهدان چنین چیزهایی هستیم. آمده باز هم دستگیرم کنی؟ مادرم خواست. مادر، باور داری میتوانم کمکش کنم؟ با آرامش مرد. تو گذاشتی بمیرد، تو او را کشتی. نه روبن، او به مادرت آرامش داد. او مرده. نه روبن، این گونه نه. شیادان ناپاک، شیادان، به من دست نزن. برای شما را گرفته ای شاول، تو طرف چه کسی هستی؟ این خائنان یا قانون خدا؟ شما خائنان اجازه می دهید بارها این اتفاق بیفتد. هنگامی که اختیار قوم خود را از دست می دهید نزد من می آیید. پادشاه هیرودیس فرمان روای تمامی ماست. من حتی یهودی نیستم. این مقام را به رضای روم پذیرفتم، درست مانند تو کاهن اعظم. زمانی که به کمک من نیاز داری به عنوان فرمان روایت نزد من می آیی، وگرنه در هر جبهه‌ای با من می جنگی. هرگز. پادشاه من، آنان در شریعت تردید دارند. ویرانی معبد را موعظه می کنند، به مردم می گویند هرچه می خواهند بخورند و هیچ چیز ناپاک نیست. زندگی پس از مرگ را وعده می دهند. می گویند مسیح اینجاست، می گویند عیسی از مرگ برخاست. عیسی مصلوب شد. بله البته سرور من. مرا واسطه قرار مده کاهن. اکنون این نجار ناصری هزاران پیرو دارد. شما کاهنان چه کرده اید که چنین شده؟ آنان متعصبند. تهدیدی برای اسرائیل. شریعت موسی قانون اسرائیل است. بدون قانون آشوب به پا خواهد شد. آه، از قانون گفتی.
اینجاست، ولی نه قانون موسای شما کاهن، نه نماینده رومیان و جنرال گایوس قانون شمشیر روم را برای ما می آورند. خوش آمدید آقایان. روم نیاز به صلح دارد. اگر شما نمی توانید جلوی مردمتان را بگیرید، ما خواهیم گرفت. این طور است وزیر. اگر ما اجازه دهیم طرفداران عیسی به کار ادامه دهند، روم یهودیه را ویران می کند. من سیاست را ترجیح می دهم اعلی حضرت، ولی بسیاری مانند جنرال گایوس هستند که به دنبال بهانه می گردند تا شمشیرهای افرادشان را به حرکت درآورند. او مرد سنگدلی است، فرمانده سپاهی از افراد سنگدل. اگر این یهودیان دیوان سر به شورش بردارند، روم سرکوبشان خواهد کرد و شما هم به همراهان و من. نابودشان کنید. همش همینه؟ بله. خدا به شما برکت. پتروس، شایعه ای منتشر شده. شاه هیرودوس دستور قتل شما را داده، تو و یوحنا را. خدا به ما آموخته که اگر ما در راه او گام می نهیم، باید همه چیز را بفروشیم و به او اطمینان کنیم. اینک شما به این نیاز دارید. ما همه چیز را فروختیم، خانه ایمان، مزرعه ایمان. میخواهیم پیرو عیسی باشیم. مطمئنید؟ آره، مطمئنیم. فکر میکنید چرا این کار را میکنند؟ پول؟ قدرت؟ نه، آنها ایمان دارند. دیگر بدتر. سخنان آنان را شنیده ای؟ تو شنیده ای؟ آره. کی؟ زمانی که مادر مرا می برد. دیگر هرگز از مادرم نگو. مادرت گفت آنها ایمان دارند. روبن، دیوانه شده ای؟ می بینی چه شده؟ حتی او هم از این دیوانگان دفاع می کند. بیدار شو فریسی. به خدایت توجه داری؟ آری. به کشورت اهمیت می دهی؟ آری. پس به جنب! پیش از آن که رومیان ما را سرکوب کنن، نابودشان کن. رومیان؟ فکر میکنی رومیان همینطور میستن و میگذارن شورشی پیش بیاید ما را نابود میکنن، معبدمان را، روش زندگیمان را، همه چیزمان را، و بعد ما را مسخره میکنن؟ عاشق این کار هستند. یهودی پر درد سر در این ایالت امپراتوری روم است. آنان تنها منتظر بهانه ای هستند تا مذهب ما را نابود کنند. شاول، به من ملحق شو. یک سوگند، یک پیمان رسمی برای نابودی این دروغ‌ها. یک بار برای همیشه ریشه‌کنشان می‌کنیم. یکا یکشان رو نه. شور، این کارو نکن. یک بار دیگر از این کافران در خانه من دفاع کنی، اجازه نخواهی داشت در اینجا بمانی. خواهش می‌کنم شور. برای نابودی تعلیم‌های درومین. تا آنکه مملکت سلامت بماند. فرزندان یعقوب، برادران و خواهران، بیایید، 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 گرد همایید و به استیفان گوش دهید که سخنان عیسی را برای شما میگوید. عیسی مسیح، بیایید و به تعلیم عیسی گوش دهید. یک دیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. این نام عیسی را به کار میبرد، ما را من کرده، این دستگیرش کنید. من میگویم این به نام عیسی مسیح. راه دیگری هست. به گفته هایش ایمان آورید، میتواند زندگی شما را نجات بخشد، زندگی همه شما را. او گفت اگر به آنچه میگویم عمل کنید، میتوانم دوست شما باشم. به گفته هایش ایمان آورید، میتواند شما را نجات دهد،
زندگی همه از تو برای شنیدن سخنان این شیادم. او شما را دوست دارد. عیسی ما را دوستان خود نامید، زیرا چرا که از پدر آموخته بود برای شما آشکار کرد. او به ما گفت شما مرا بر نبودید. شاول ترسوسی و قمالایل را بیاورید. در حیات دوم هستم. سری و میوه های خوب بیاورید. عیسی که بود؟ پسر خدا. پس او انسان بود یا خدا؟ هر دو. خدا به شکل انسان برای ما فرستاد. شخص خدا؟ خدای تعالی؟ آری. پس تو به دو خدا اعتقاد داری؟ یک خدا، خدای نیاکان ما، خدای پدر و خدای پسر. پس عیسی خدا نبود؟ پسر خدا. خدای تعالی؟ آری. شد دو خدا؟ نه. عیسی گفت معبد را ویران می کند. این حقیقت دارد؟ منظورش از معبد جسم خودش است. نه 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 نه. عیسی گفت معبد را ویران می کند. قدس الاقداس ما را ویران می سازد. روش زندگی قرنهای ما را تغییر می دهد. عیسی ویران کننده بود. نه، عیسی منجی ماست. عیسی منجی ماست. منجی. قبلایل، آیا فریسیان این را می آموزند؟ تو مرد خدایی؟ میدانی که اینطور نیست؟ بسیار خوب. آیا می شود خدای تو را انسانی محکوم کند و رومیان مصلوبش کنند؟ البته که خیر. خدا زنده است. عیسی زنده است. او هم اکنون در بین ماست. راستی؟ عیسی اینجاست. بیرون بیا. خب خودت را نشان بده. می خواهم ببینمت. اگر خودت را نشان بدهی عیسی در برابرت زانو میزنم و ستایشت میکنم. عیسی! قبلایل، آیا تو از تمام آنچه این پیرو عیسی امروز اینجا گفت حمایت میکنی؟ نمی کند. شاول تو چطور؟ دخالت نکن. شاول هم نمی کند. این مرد تظاهر می کند با دادن قدری غذا و سخنانی هوشمندانه شما را نجات می دهد، ولی بهای او خیانت به شریعتهای ماست. شریعتهایی که ابراهیم و موسی برای شما آوردن. موسی قانون دوست داشتن را به ما آموخت و این خلاف حرف موسی نیست. برادران گوش کنید. من یک یهودی وفادارم، وفادار به تاریخ من و رسوم من و همینطورم این مرد استیفان. خدای شما خدای اوست. او لااقل دو خدا را موعظه می کند و ویرانی معبد را و رستاخیز مردگان را. کفر است. بگیریدش همکنون. بگیریدش. سخن از عیسی من شده. موعظه به نام عیسی ممنوع است. بگیریدش. شاول، آیا با منی؟ شاول، اگر اینها تعلیم های خدا نباشد، آنان بدون خشونت خواهند مرد. نه شاول، تو زندگی را اگر ندخشمه میبینیم. نه این کار را نکن. تو را به خدا این کار را نکن. نه روبین، این کار را نکن. هنوز چیزی یاد نگرفته ای. دنبالش برو و مرگش را ببین. نه اکنون او میمیرد. جزای کفرگویی سنگ سار است. برنما تا به کی برادر؟ رو در روی برادر میستد. بدون ترحم شاول، این خواست خدای توست. با این حرف موافقی؟ آری. نه! نه!
زن! زن! بارلوان! نکشیدش! نه! 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 استفان! نه! استفان! نه! سوگند من را به یاد بیاور! خداوند این گناه را بر آنها مگیر، روح مرا بپذیر. این اخطاری است برای شما، اگر سخنان این عیسی را موعظه کنید خواهید مرد. استفان، استفان، این مرد را دستگیر کنید. سوگند تو بی ارزش است. نه! نه! نبریدش! بارنابا! آجان! نبریدش! نه! آجان! آجان! تو چه کار کردی؟ وظیفه ام را. دوستت دارم دینا. دوستم؟ گوش کن. دوستت دارم، اما باید انتخابت رو بکنی. اگر کمکم کنی، کمکت میکنم. میتوانم بگویم رهبرشم کجاست؟ برخواسته. رستاخیز عقیده داری راستی؟ رستاخیز واقعی. روز داوری به استیفان چه خواهی گفت؟ فقط رادایشان را نگه داشتم. شما اورشلیم را فاسد میکنید. چطور؟ با موعظه علیه شریعت تورات. به استیفان گوش دادم، به پتروس گوش دادم. شریعت این کشور را متحد نگه میدارد. تو به استیفان یا پتروس گوش ندادی؟ دلت تاریک بود. مهم نیست، به هر حال عقبی. منظورت چیست؟ اینک دیگر تنها اورشلیم نیست، پتروس و یوحنا رفتند. اندو به تمام شهرهای اطراف می رفند. سخنان عیسی را برای تمام یهودیان این سرزمین بازگو می کنند. فکر می کردم تو یک قهرمانی، اما تو یک ابلهی. تنها یک ابله که برای روبن دل می سوزند. عیسی به ما آموخته گونه دیگرمان را هم بگیریم. قمالایل اشتباه می کند. جلوی عیسی را باید گرفت با هر وسیله لازم.
سوگند من به جاست روبن. من کشور و خدایم را دوست دارم. خدا میگوید انتقام از آن من است. آره. آموسی که در خاک می نشست و توف و نفرین می کرد. خوب خودش است. همچون کبوتری می چرخم و می رقصم، نه به کمک یک کاهن یا هر شیطان صفتی. پتروس و یوحنا بازگشتن. آنها بازگشتن، خدا را شکر. چه خبر؟ خبرهای خوش. بسیاری در یهودیه و سامره ایمان آوردند و بدون ترس سخن میگویند. خدا را شکر. یوحنا هر کجا میرفتیم؟ خدا را شکر. هرودیس پادشاه، به اطلاع میرسانم که جنبش اینجا در اورشلیم متوقف شده. آفرین. آنچه شنیدم پیروان عیسی است و وحشت دارند. شاول ترسیسی. ممنونم اعلی حضرت، اما تهدید همچنان وجود دارد. در شهرهای دیگر طغیان کردن. آره، مخصوصا دمشق. حیف شد. پیشنهاد تو چیست؟ برای من معرفی نامه‌ای همراه با داشتن اختیار به کنیسه دمشق بنویسید. به آنجا میروم و هر عضو از این فرقه را بیابم دست بسته به اورشلیم میآورم. موافقم. سربازانی به او بدهید از بهترین افراد. بی حرمتی است. بیان که با من مشورت کنی نزد شاه و کاهن اعظم می روی؟ سرعت اساس هر کار است. پیش از آن که کسی بفهمد باید آنجا باشیم. غافلگیری بهترین سلاح. غافلگیری اخیرا نام دوم توست نیست یاول؟ نمی دانم از چه حرف می زنی. تو زندان ها را پر کردی. آنچنان به خودت افتخار می کنی که نزدیک است بترکی. گفتم همین که هدف را شناختم آرام نمی نشینم تا آن را به دست بیاورم. کاری که تو با این مردم کرده ای پستی است. کسی از تو نظر نخواست. ساکت شو. خشمت را بر او فرود میآور. به من مگو چگونه با همسرم حرف بزنم. همسر کی؟ اگر امشب باز هم حرف بزنی هرگز اتفاق نمی افتد. نه، تو آدم شریری هستی روبن. و تو یک احمق جاه طلب. من فردا صبح حرکت می کنم. خوب است. می دهم اسبت را بعد از من زین کنند. تو هم می آیی؟ درست کنار تو. من هم می آیم. نه، این یک ماموریت نظامی است. نه، من یکی نگهبان خواهم من باشد. قدغن می کنم. اجازه می دهی دیگران این گونه با همسرت صحبت کنند؟ او شوهر تو نیست و اینجا من مسئولم. چه جرأت با همسرم این گونه حرف میزنی؟ هر دو دیوانه شده ای. اینجا خانه من است و اجازه نمیدهم در خانه هم این گونه با من حرف بزنی. فریسی حقیر متکبر. دستت را بکش. مواظب باش شاول ترسوسی. من در این کشور بدون قدرت نیستم. چه خوب، پس شاید بتوانی اسبهای شایسته ای برای من فراهم کنی. تو میروی؟ چاره ای ندارم. پس من هم میایم. تو به دمشق نمی آیی. به هنگامی که من برگشتم ازدواج می کنیم.
من و پتروس باید مؤمنان دمشق را با خبر سازیم. نه، گناه من است پتروس. منم که به شاول گفتم کلام خدا همه جا پخش شده. شما دوتا نمیتوانید بروید. باید آگاه شوم. من با خبرشان میکنم. تو نمیتوانی بروی، خیلی خطرناک است. پتروس و یوحنا دو نفری هستند که شاول بیش از همه مایل به دستگیری یا حتی کشتن آنان است. پیدا کردن شما او را قدرتمندتر خواهد ساخت. شما نمیتوانید بروید. بارنابا. متاسفم. پتروس. یوحنا. که اینطور با شما سخن تو از روی محبت سخن میگویی بارنابا، ما این را میدانیم، اما نمیتوانیم بگذاریم خودت را به خطر بیندازی. رئیس کنیسه دمشق حنانیاست. یک تازه ایمان آورده است. او ما را میشناسد و هشدار ما اطمینان میکند. نه، شما نمیتوانید بروید. فقط همین که گفتم، من میروم حنانیا را پیدا میکنم و به او خبر میدهم. بارنابا، بارنابا. تو احترام زیادی از همسر آینده طلب نمی‌کنی، اینطور نیست؟ تو هیچ چیز از همسر آینده من نمی‌دانی، جز آن که آرزوی داشتن او را داری. اگر می‌خواستم می‌داشتمش. تو مرد نفرت انگیزی هستی. در واقع من بیشتر از تو درباره او می‌دانم. مثلا می‌دانم که الان او کجاست. از چه حرف می‌زنی؟ او آنجاست، روبروی ما. دستور دادم دنبال ما نیایی. آره، تو خیلی چیزها میگویی روبن. همچنین گفتی با من ازدواج میکنی. فوراً برو به خانه. تنها؟ از میان صحرا؟ او تنها به اینجا آمد. حال میخواهی باز هم خطر کند؟ خب، میخواهم بدانم آیا میخواهی با او ازدواج کنی؟ شما یک دیگر را نابود میکنید. دوستان صمیمی دشمنان بزرگی میشوند، نیست؟ شاول چرا این کار را میکنه؟ روبن یک احمق متکبر است. خودش چه؟ مردم را دنبال میکنی چون عقیدهی بغیر از تو دارند. این خواست پروردگار است. از کجا میدانی؟ آنها دروغ تعلیم میدهند. مسیح مرده است. آنها از هموطنان ما سوء استفاده میکنند. شریعت محافظ یهود است. باید اجرا شود به هر قیمتی که است. مردم با ایمان به مسیح زندگیشان را به خطر میاندازند. هیچ کس سوء استفاده نمیکند. این بازی قدرت گروهی است که رهبرشان مرده است و چون نمیخواهند موفقیتشان را از دست بدهند دروغ سازی میکنند. به نام اون معجزه میکنند. ولی این دلیل خوبی است که تعالیمشان دروغ است، چون تنها خدا میتواند معجزه کند. میگویند عیسی خداست. تنها یک خدا وجود دارد. اگر اشتباه کنی چه؟ دستان من به خون آغشته شده است. راه برگشتی برایم نیست. من حنانیا میکردم. از این طرف.
شاه، برای چه بر من جفا میکنی؟ تو کیستی؟ من عیسی هستم، کسی که تو به او آزار میرسانی. من همان مسیحم که تو بر او جفا میکنی. برخیز، وارد شهر دمشق شو، به تو گفته خواهد شد چه باید بکنی. چه کسی کورت کرد؟ عیسی کورم کرد. عیسی؟ او دیوانه شده. بیا شاول، بیا برویم دمشق. بلند شو. عیسی کورم کرد. تناب بیاورید. او را پشت من میبندیم. روز گذشته، نه میخورد نه میآشامد. ضعیف شده، نمیتواند فشار را تحمل کند. برخیز. من نانیا، چه شده؟ بارنما، باید با تو حرف بزنم. میدانم برای هشدار به ما آمده. شاول دشمن ماست، ولی اکنون چه شده نانیا؟ من رویایی دیدم. رویا؟ در خواب خدا با من سخن گفت. خدا؟ گفت باید شاول را بیابم و کوری او را شفا بخشم. خدا گفت شاول را بیاب؟ آری. خدا بود. هننانیا، اولا اگر شاول را بیابی تو را دستگیر یا خواهد کشت. ثانیاً او کور نیست. ای کاش می بود. ثالثاً تو نمیدانی او کجاست. در خیابانی به نام راست، در خانه یهودای دمشقی، جایی که دعا میکنن، منتظر من است تا بینایش را باز گردانم. خدا گفت کجا شاول را پیدا کنی؟ آن خانه است، آن سوی خیابان. هننانیا، برای آخرین بار از تو درخواست میکنم. بارنما، باید این کار را بکنم. خدا گفته است که انجامش دهم. هننانیا، شاول، مردی به دیدنت آمده. اسم من هننانیا است. آری، تو این مرد رو میشناسی؟ آری، در رویایم مردی به نام هننانیا به این اتاق آمد. او دست بر سر من گذاشت،
و چشمان من بینا شدند. عیسی او را فرستاد. عیسی؟ تو برگزیده شدی. برگزیده؟ شاول، شاول! خدا فرمود تو وسیله خواهی شد تا نام او را در بین امتها جلال دهی. می توانی بینایی مرا بازگردانی؟ عیسی مسیح که در راه اینجا در برابرت ظاهر شد مرا فرستاده تا تو بیناییت را باز یابی و از روح القدس پر شوی. میتوانم ببینم؟ من میبینم. من میتوانم ببینم. شول، مثل آن است که مانند آن است که پولک هایی از چشمانم افتادند. متشکرم. یک پیام دیگر میشنوم. خدا فرمود به او نشان خواهم داد که چقدر باید به خاطر نام من رنج بکشد. رنج؟ به خاطر نام او. خدا خودش مرا خوانده. هننیا، آیا ایمانداران با آب طاهر می شوند؟ تعمید. مرا تعمید بده. من شایسته نیستم. من تازه ایمان آوردم. تو مستقیم با خدا حرف زدی. چه کسی می تواند شایسته تر باشد؟ او. مرا تعمید بده. تو را تعمید می دهم به نام پدر، پسر و روح القدس. بیا، بیا شاول، فکر نمی کنم آنجا به این نیازی داشته باشی. زمان کاملا مناسب است. چه بگویم؟ فقط داستان خودت را بگو. کافی خواهد بود؟ به نظر من زیاد هم خواهد بود. اینها همه ایماندارانند. بیا. و
برادران، مایلم دوستی را معرفی کنم که حرفی برای گفتن دارد. من شاول ترسوسی هستم. و چه جورتی او را به اینجا آوردی؟ او خود شیطان است. او دشمن ماست. کاهن اعظم اورشلیم به من اختیار داد تا تمام پیروان عیسی را در دمشق دستگیر کنم و این هم دستورات او اینجاست. و این پیش از آن بود که عیسی در راه آمدن به اینجا در برابر من ظاهر شود، پیش از آن که بدانم او پسر خداست، پیش از آن که باور کنم او مسیح است، پیش از آن که بدانم او از مرگ برخاسته و به آسمان عروج کرده، پیش از آن که من تعمید داده شوم، پیش از آن که پیرو عیسی گردم، دیگر نیازی به این ندارم. اکنون کلام عیسی شمشیر من است، کلام عیسی آتش من است. خوش آمدی برادر. خوش آمدی. یک خائن است. تومن آرام باش. هیچ چیز بستر از مردی نیست که به دوستانش، به اعتقادهایش، به ماموریتش، به خداگش خیانت کند. پور شد اما بد توانست ببیند. از معجزه با من حرف نزن. تنها یک خدا وجود دارد و نام او هم عیسی نیست. من میدونم چه دیدم. به من دست نزن. این اصلا مرد شاول، بیرون بیا و بمیر. اگر همین جا بود روبن، فکر نمی کنم با چنین دعوتی بیرون می آمد. او کجاست؟ نمی دانم. بگو وگر نه این شب می میری. من نمی خواهم بمیرم، اما نمی دانم او کجاست. پس مهم نیست اگر تو را بکشم یا نه. برای من مهم است. روبن، روبن، او در کنیسه است، او در کنیسه است، او در... دروغ میگویی و سعی داری این پلید را نجات دهی. روبن، متاسفم، من گیج شدم، متاسفم، دوستت دارم. از کجا میدانی شاول کجاست؟ به من اطمینان دارد، من او را ترک گفتم. ساکت دختر خیانتکار. دوستت دارم روبن. با من بیا. را دروغ گفتی؟ از کجا میدانی دروغ گفتم؟ تو نمیدانی شاول کجاست و روبین رو هم دوست نداری؟ نه، زمانی دوستش داشتم. دیگر برگشتی وجود ندارد. میدونم. عیسی کارفرمای سختی است. میدانم چه قربانی ها باید پیروانش بپردازند، اما عیسی در این حال پر از محبت است. به نظرم برای این است که چه؟ که میتوانم محبت عیسی را حس کنم حتی در این زمان. ما به این میگوییم ایمان. بیا بیا، آنان باز میگردن. بیا، باید شاول را بیابیم. از این طرف اینجا. Thank you.
از من بکش. دستش بوی الاغ میده. ساکت باش. باید پنهان شویم. نه، باید شاول را از دمشق خارج کنیم. سربازان همه جا هستن. نمیتوانید از دروازه خارج شوید. بیایید. من از روی دیوار میپرم. باید میشکند. خیلی بلند است. زیادی بلند است. او از اون طرف. باز میگردیم. راه دیگری میگردیم. شماها دنبال من بیا. برو برو. فکر میکنید بتوانید مرا نگه دارید؟ به کمک خدا، به کمک خدا. برو تو، برو تو، برو تو. مستقیم بروید آن پایین. شما با من بیایید. تونتر 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 تونتر. سب کنید سب کنید. دشتی ها میاید. سب کن سب کن. پیاده شوید. معبد را بگردید. روبن لطفاً این کار رو نکن. دینا، من یک ماه تمام در دمشق در جستجوی شاول وقت تلف کردم. هر روز به شفاعت تو برای سلامت او گوش کردم. حالا ساکت باش. روبن، شاول ممکن نیست در اورشلیم باشد. اگر در صحرا نبرده باشد، او اینجا در اورشلیم است. و اگر اینجاست، او را خواهم یافت و خواهم کشت. دروغ‌های تو نمی‌تواند نجاتش دهد. معبد! اگر آنجا نباشد شهر را خواهیم گشت. چهار تن مواظب دروازه باشند. از این طرف بیایید. هیچ کس بدون اجازه من عبور نمی کند. رو
روبن، تو مزاحم این نمازگزاران هستی. مجرمی علیه خدا و کشور اینجاست قمالایل، شاگرد محبوب تو شاول. او را خواهم یافت و همون گونه که خدا فرمان میدهد خواهم کشت. زیرا انقدر بی‌تعصب است که درباره تعالیم دیگر فریسیان تحقیق میکند؟ او تعلیم دروغ میدهد. همین برایت کافی نیست قمالایل؟ روبن، میدانم این کار را به سبب ایمانی که به خدای من داری. من فرمان خداوند را اجرا میکنم. خدا فرمان مرگ دیگری را میدهد. خدا فرمان مرگ بسیاری از امت ما را داده است قبالایل، هر کس که قانون او را اطاعت نکند. پس تو متقاعد شده ای که خدا خواهان مرگ پیروان عیساست؟ او به یهودیان میاموزد قانون خدا را نادیده بگیرند. تهدیدی بزرگتر برای ایمان یا کشورمان وجود ندارد. برنبا، متاسفم پولی ندارم. دروکو، تو ثروتمندی، تو خربزه و کدوی خوبی پرورش میدهی. زمانی آره، ولی دیگر نه. همه آنها را دادم. مردی شجاع زندگی تو را نجات داد و تو با دو خربزه کوچک جبران کردی. شاول فکر کردی مرده ای، چون گشتی ها تو را در صحرا دنبال میکردن و وقتی باز نگشتی فکر کردید مردم. روزها بدون آب راه رفتم، تنها خدا نجاتم داد. بیا تو، مریم به تو غذا خواهد داد. چه فلاس؟ چه؟ من دیگر مردی به نام شاول نیستم. نمیخواهم این نام باز ایمانداران را بترساند. من مرد تازه هستم، با نامی تازه. فلاس خوب است. این نام رومی من است که پدرم همراه با نام یهودی شاول روی من گذاشت. فلاس ترسوسی به معنای کوچک است. امیدوارم کسی را نترساند. اسم تازه تغییر ایجاد نمی کند. می دانم. من باید پتروس را ببینم. باید متقاعدش کنم که من صادقم. اگر بپذیرد. آنان از تو می ترسند. او اینجاست؟ نه نه، خیلی خطرناک است. همه این خانه را می شناسند. روبن به اورشلیم بازگشته است. می دانم. اگر تو را پیدا کند خواهد کشت. تو را می برم نزد پتروس. بیا. باید اول به او خبر بدم. ولی تو را میبرم نزده. بیا تو استراحت کن، غذا بخور. من به زودی برمیگردم. بیا. الان نگاه میکنند ببینن تنهاییم یا تعقیب نمیشویم. در این تالار منتظر میمانیم. تالار؟ برای اینکه مطمئن شوند دامی در کار نیست. جای راحتیست. بیا بیا. بارنابا. پتروس. پتروس، این وحشتناکترین شکنجهگر من است، شاول ترسوسی. ولی میخواهد آن مرد را دفن کند و مرد تازه‌ای به دنیا بیاورد به نام پولس.
او به قتل استفان کمک کرد. یعقوب خیلی به خداوند ما نزدیک است. بسیاری را دستگیر و آموس را با خنجر کشت. تمامش درست است. آه، تصدیق میکنی؟ از خدا خواستم مرا ببخشی. چرا حرفت را باور کنم؟ عیسی به نزد من آمد، با من حرف زد. نام او را به کار نبر. راست است یعقوب، پولس در راه دمشق بود برای دستگیری ایمانداران. درست است. در راه نور سفیدی به او خورد و صدای عیسی را شنید. پرسیدم کیستی؟ پاسخ داد من آن عیسایی هستم که تو به دو آزار میرسانی. راست است. از کجا میدانی راست است؟ از عشقش به عیسی فهمیدم و از بیدار شدنش سخنانش را در کنیسه شنیدم. حرف حقی برای گرفتن پتروس و یوحنا. شاید، اما اگر حقی هم بوده گرفتی، من اینجا هستم. پتروس، عیسی کورم کرد برای 3 روز. بعد رویایی دیدم که مردی به نام حنانیا آمد و شفایم داد و در همان روز چنین شد. میدانم که راست است. چگونه؟ زیرا در همان شب من تعمیدش دادم. میدانم که راست است. نمیخواهم تو را به خطر بیندازم. مجبور نیستی باز مرا ببینی. آنچه درخواست میکنم دعای خیر و اجازه توست. اجازه؟ که خبر خوش عیسی را بیان کنم. آلیست، آن وقت آنان همانطور که تو افراد بارا کشتی تو را میکشن. عیسی به حنانیا گفت که من واسطه برگزیده او هستم تا نام او را در میان امتها و بنی اسرائیل اعلام کنم. تو؟ نه، من ناظر بزرگ شدنش بودم. وقتی که شروع کرد من در کنارش بودم. من مرگش را دیدم. من به آسمان رفتنش را شاهد بودم. آن وقت تو را برای اعلام نامش برگزیده؟ من حقیقت را به شما گفتم. تو را دعای خیر میکنم پولس ترسوسی، و به تو اجازه میدهم از استاد سخن بگویی. اما اختار میکنم اگر دروغ در دلت باشد روحت هلاک خواهد شد. تو از خود خدا سخن خواهی گفت، از مسیح، از عیسی که به زودی باز خواهد آمد و سلطنت خود را برقرار خواهد کرد. رومیان تو را نجات نخواهند داد زیرا خودشان شکست خواهند خورد. کاهنان تو را نجات نخواهند داد زیرا اگر شرارت در دلشان باشد محکوم خواهند شد. اراده خدا انجام شود. آری برنبا، اراده خدا انجام شود و انجام خواهد شد. دوست من، انجام خواهد شد. دوستان من، مردی را به شما معرفی میکنم که آرزوی دیدنش را نداشتید. مردی که پیروان عیسی را آزار میداد، دستگیر میکرد و حتی میکشت. نام او شاول ترسوسی بود. لیک اکنون پولس را دیده میشود. گوش کنید. من به عیسی مسیح ایمان دارم. عیسی در راه دمشق با من سخن گفت. مرا نابینا کرد، گفت از آزار او دست بردارم. آنگاه که این جسم فانی به بدن جاودانی تبدیل شود، این پیشگویی به انجام خواهد رسید که زندگی بر مرگ پیروز می شود. در مقابل مرگ پیروزی تو کجاست؟ بینش تو چه شد؟ گناه نیش مرگ است و شریعت نیروی مرگ. سپاس خدای را که ما را به وسیله شریعت مسیح پیروز می‌گرداند. برادران، بازماندگان خاندان ابراهیم و خدا ترسان که فقط از خدا می‌ترسید، این پیام نجات برای ما فرستاده شده است. زیرا ساکنان اورشلیم و رهبرانشان نه او را شناختند و نه سخنان پیامبر گذشته را فهمیدند. این سخنان را به کار ببندید. سامتون کردنه راست باز هم برای شما واعظ خواهد کرد. روبن، هیچ میدانی حمام های روم به چه میمانند؟
شباهتی به این گندار ندارد. روم ایسا را کشت. اکنون تو اجازه داده ای توسط دوستت شاول باز به دنیا آید. من نمیخواهم روم از این تولد دوباره چیزی بشنود. جلویشان را بگیر فوراً. تو باید فوراً از اورشلیم بروی پولس. امشه من از روبن نمیترسم. تنها روبن نیست، رومیان نیز مرگ تو را میخواهد. تو از همه طرف در خطری. به تو اطمینان نداشتم پولس، اشتباه کردم. تو وفاداریت را به عیسی نشان دادی، ولی نیازی نیست خدا را وسوسه کنی. از ترس نیست اگر مانع مرگ ناعادلانه‌ات بشوی. من مشکلی ندارم اگر ترسو بودن زندگیم را نجات داد. تو تظاهر به ضعف میکنی بارنابا، در حالی که مردی بسیار قوی و شجاع هست. روبن را به اینجا بیاور ببین چگونه میگریزه. من از اورشلیم میروم پولس، زمان پخش کلام خداست. به لیدیه میروم، برنابا را به انطاکیه میفرستم. تنها یعقوب برای مواظبت از ایمانداران اینجا در اورشلیم میماند. را میخواهی من به کجا بروم؟ ترسوس. میخواهی به خانه بروم؟ آری، سخت‌ترین مأموریت. یک پیامبر را به ندرت قوم خودش تقدیر میکند. حتی اطرافیان عیسی هم همه او را نپذیرفتند. باید به تعلیم کلام خدا ادامه دهی. در ترسوس بدون بارنابا در کنارم. نگران نباش پولس، عیسی به ما گفت رومیان شکست خواهند خورد و او به زودی باز میگردد. به زودی. پایان جهان نزدیک است. باید وقتی که باز میگردد ما را در حال انجام وظیفه ببیند. پتروس لطفا سوء تفاهم نشود، من هر کاری را که تو بخواهی میکنم. اما زمانی که صدای عیسی را شنیدم گفت کاری را که باید بکنی به تو گفته خواهد شد. درست است. خداوند به هنانیا گفت من باید نامش را در نزد امتها اعلام کنم. متاسفم پولس، عیسی یک یهودی به دنیا آمد، به سوی یهودیان فرستاده شد. این برنامه خداست، نخست یهودیان سپس امتها. ولی برای آنان سخت خواهد بود، چون شریعت بسیاری داریم که باید بیاموزند. آره، چه بخورند، کی کار کنند، ختنه، درس‌های سختی خواهد بود. به موقع پولس. پایان جهان نزدیک است، نخست یهودیان سپس امتها. در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح. دوست دارم روبن. منم همینطور. متشکرم روبن. برای چه؟ با من ازدواج کردی؟ باعث خوشحالی من است. البته امید. میدانم وقتی به تو گفتم از من متنفر شدی. آن روز سفرم نشد. تو میتوانی هر عقیده‌ای داشته باشی، به شرط اینکه شوهر کاهنتان را دیکته کنند. درخواست میکنم که حافظ پولس باشی و در مأموریتش همراه او باشی.
عیسی التماس میکنم روبن را ببخش، زیرا او تو را نمیشناسد. دلش را بگشو، تو شاید سخنان و عشق و محبت تو را بپذیرد. نورت را بر او بتابان. ای عیسی مسیح، راهی را که باید برود به او نشان بده. برای پتروس و حواریون نیز دعا میکنم. خواهش میکنم آنان را حفظ کن و در خدمتشان همراهشان باش. ای عیسی مسیح. خواهش میکنم ساکت، صدای ما را میشنوند. پس تو تعمیدشان دادی پتروس؟ آره یعقوب، دادم. چرا؟ آنان غیر یهودی هستند. گفتم همچنان که با آنان سخن میگفتم روح القدس بر آنان نازل شد. شگفت زده شدم، روح القدس حتی بر غیر یهودیان هم نازل میشود. عیسی گفت یحیی با آب تعمید داده شد، ولی شما با روح القدس تعمید داده میشوید. خدا همان نعمتی را به ما داد که به آنان هم داد. من که بودم که گفته خدا را رد کنم؟ پس به آنان دستور دادم به نام عیسی مسیح تعمید داده شوند و با آنان ماندم. در خانهشان خوابیدم و از غذایشان خوردم. پس انگار ما باید هم غیر یهودیان را تعمید دهیم و هم حیوانات حرام را با آنان بخوریم. خدا در رؤیایم گفت آنچه را که خدا حلال کرده حرام نیست. نه نه، هرگز این کار را نمی کنم. انتخاب با توست یعقوب. من صدای خدا را شنیدم که به من گفت این تعصب را کنار بگذارید. تعصب؟ تعصب؟ این شریعتی است که خدا به موسی داده. حال تو می‌خواهی شریعتی را که به پتروس داده شده جانشین آن سازی؟ تو زیادی به خود می‌بالی. من خدا را ستایش می‌کنم، نه پتروس را. خدا حتی به غیر یهودیان هم فرصت توبه داده تا حیات جاودان یابند. امروز چه داستانی از عیسی می‌خوای برای من تعریف کنی؟ عیسی روی آب راه می‌رود؟ نه، آن داستان را بارها برایتان گفتم. امروز از مصلوب شدنش برایتان میگم. بنشین. ما هست که درباره جنگ در معبد میشنوم کاهن. جنگ سربر من؟ یهودی نقشه کشتن یهودی را میکشد. مردان در دروازه ها در انتظار کشتن مردان دیگرند. یهودیان به فرمان تو به زندان میروند. مردم برای فرار از مرگ از اورشلیم میگریزند. اوضاع تحت کنترل است. هیچ چیز تحت کنترل نیست. اجازه داده این پیروان یهود در شهر را آشوب کنند. سرور من، اطمینان میدهم آشوبی در کار نیست. ما نقشه ای داریم. ما باید رهبرانشان را بیابیم و در انظار عموم بکشیم. نقشه بسیار خوبی است. آره، چیزی است که مرتب به من میگویی، ولی آیا آنها را یافته ای؟ هنوز خیر سرور من، ولی میابیم. چطور؟ روبن راهی دارد. به من بگو. اعلی حضرت، کسی را در درون گروه دارم. یک جاسوس؟ دقیقا خیر. توضیح بده. کسی که مرا به رهبرشان میرساند. ولی نمیداند که تو را با آنان میرساند. میداند؟ غیر. علیست. چه کسی؟ جواب بده. همسرم. همسرت؟ همسر تازه‌ت؟ تنها همسرم. به به، فکر میکردم من بی محبتم، ولی در مقایسه با تو رو سفید شدم روبن. باید مانع آزار عیسی به مردم شد. پیروانش شریعت را نادیده میگیرند، زندگی جاویدان را تعلیم میدهند، زندگی ابدی را، و مردم باورشان میکنند. مانع، ولی به هر قیمت. همسرم وقتی بفهمد چقدر اشتباه کرده مرا خواهد. وظیفه شوهر است که خطاهای زن را اصلاح کند. خب خب، آری تو رهبرشان را برای من بیاور، من او را خواهم کشت. بدین ترتیب یهودیان شاد می شوند، من شاد می شوم، روم هم شاد می شود. تنها همسر روبن غمگین می شود، ولی تو می توانی درستش کنی، نیست روبن؟ دینا، شنیدم شاول درباره عیسی موعظه می‌کنه. این درست است؟ چطور؟
نگران نباش، نمیخوام دستگیرش کنم. دیگر اهمیتی نمیدم. دادگاه عالی یهود هم اهمیتی نمیدهد. کاهن اعظم هم اهمیتی نمیدهد. پیروان عیسی تهدیدی برای من نیستند. پس آزادن هر گونه که میخواهند زندگی کنند. تنها برای این میپرسم که اگر او تعلیم میدهد به معنای آن است که پیروان عیسی او را در گروه خود پذیرفته است. ظاهرا حیرت انگیز است. میبینی؟ اگر آنها میتوانند مردی را که دستگیرشان میکرد و میکشت بپذیرند، پس خیلی ها را میپذیرند. شنیدم آنچه برای آنان مهم است این است که به تعلیمات عیسی ایمان داشته باشی. پس حتی کاهنی را هم که آنها را دستگیر میکرد و آزار میداد میپذیرند. روبین میخواهی بگویی؟ شاید تو ایمان داری؟ نیاز به تعلیم دارم که بدانم به چه ایمان بیاورم. من خیلی چیزها میتوانم به تو بگویم. من قصور انجامدنت را ندارم، ولی من کاهنی هستم که سالها درباره این چیزها تحصیلی کردم. تو شرایط پاسخ به پرسش‌های مرا نداری. نیاز به مشورت با کسی دارم که با من برابر باشد. رهبری در این جنبش کسی که همراه با عیسی بوده باشد. آری آری مرد مخون به کفر گویی؟ آشوب؟ خیانت؟ و سایر اعمال شیطانیست. مجازات او؟ مرگ است. روبن باید جلوی در برابر قدرت پادشاه و کاهن اعظم کاری از من ساخته نیست. دیگر کاری نمیشود کرد. من حکم را اجرا میکنم به نام روم و به نام خدا. روبن، از رقص خوشت آمد؟ من یک کاهن. آری، تو نباید نمایش هوس انگیز تن آدمی را نظاره کنی. مذهب تو را اینجا خواندم تا برای کار نمونه در پیدا کردن این پیرو عیسی به تو تبریک بگویم. و میدانی حیرت انگیز در این بخش واقعه چه بود؟ جمعیت کیف کردند از تماشای کشتن آن سگ عیسی به دست من. کیف کردند، مخصوصا دوستان کاهن تو. حیرت کردم، هنوز هم به من تبریک میگویند. هرگز تا این حد در اورشلیم محبوب نبودم. پس کاهن من، باز هم میخواهم این کار را بکنم. اولین روش یک سیاستمدار خوشنود کردن مردم است. اما در واقع اینجا کاملا اینطور نیست. هست؟ اولین روش خوشنود کردن روم است. من میخواهم تو مرا کمک کنی. تو باید کاهن اعظم بشوی رو بین. آری 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 آری، کاهن اعظم یک ابله هست. تویی که من در دادگاه عالی نیاز دارم و مهمتر از آن امپراتور نیاز دارد. خیال دارم تو را به روم معرفی کنم. خدای من میخواهد آنم که شریعت را نقض میکنن مجازات شوند. این قانون خداست، نه قانون روم. هر چیز دیگری مرا از عقاید و سرزمینم دور میکنه. کاهنی ازن هدف من نیست، هدف من عدالت است. عدالت؟ خب آری، ما هم همین را میخواهیم و به دستش میآوریم. همین که تو پتروس را برای من بیابی. پتروس؟ شم اون ملقب به پتروس. جاسوسان به من میگویند نام رهبر درجه یکشان همین است. او را میخواهم برای من بیاورش.
میتوانی این کار را بکنی نیست؟ برای عدالت رابن کاهن اعظم. خب دختره کجاست؟ نزد من بیاوریدش یا پسر را بخواهم؟ شاید هم هر دوی آن را طلب کنم. شما موافقتتان را با اعدام یعقوب پسر زبدعی نشان دادید و اکنون رهبر پیروان عیسی را برای شما آوردم. امیدوارم آخری باشد. این هم شمعون ملقب به پتروس. روبن کاهن اعظم من، اصلا او رو اعدام میکنید الازم؟ نه 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 نه، خیلی با ارزش است. آخرین بار هم اشتباه کردم، با آن یعقوب فقط یک نمایش داشتم، بیشتر میخوام. این پتروس را در زندان نگاه می‌داریم و هر زمان که نیاز به پشتیبانی مردم داشتم او را بیرون می‌آورم، از میان جمعیت می‌گذرانم و باز به زندان می‌اندازم. پادشاه، با محافظت شدید روبن، شدید. این یکی را از دست بدهی کاهنه هیچ چیز نخواهی بود، هیچ چیز. ناامید نشو فرزندم. خدا پیروز خواهد شد. من راهنماییشون کردم. به یعقوب، به پتروس، من راهنماییشون کردم. روبن تظاهر به دوست داشتن من کرد تا از این طریق آنها را پیدا کنند. پس باید برای او، برای پتروس دعا کنی. خدا به دعای من گوش نمیدهد. عیسی دعایی را به ما آموخت. میخواهی بشنوی؟ آره. پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز بده. پولس! پولس! برنابا! نگاهش کن، مثل یک برده کار میکنن. به روش خودم جبران میکنم برنامه. کار مهم است پولس، ولی خدا به تو نیاز دارد. پولس، من باور دارم خدا به تو نیاز دارد. من هم همینطور. خب، خدا به هنانیا گفت، به او نشان خواهم داد چقدر باید به خاطر من رنج بکشد. من وحشت دارم. تو وحشت داری؟ و من قبطه میخورم.
قبطه؟ خدا تو را خواهد پولس. شاید راه سخت باشد، ولی راه خداست. کلام را با هم منتشر می‌کنیم. روبن، پتروس از زندان گریخته؟ من مسئول گریز او نیستم. البته که نه. افرادی را دو سوی او خوابانده بودم. البته. حتما رشوه گرفتن. البته. درها نگهبان داشتند. البته. باز او را پیدا میکنم. چگونه؟ همسرت خیلی راضی است و به نظر نمیرسد، و من هم خیلی از تو راضی نیستم. حتی کاهن اعظم هم خیلی از تو راضی نیست. راست به پادشاه ما گفتی تو کاهن بهتری میشدی و مرا یک ابله خطاب کردی؟ 10 روز فرصت داری؟ 10 روز که زنده باشی، اگر نتوانی این شمعون پتروس را بیابی. به هر حال نامش چه بود؟ شمعون یا پتروس؟ نامش شمعون از سر بر من، ولی عیسی او را پتروس نامید. چرا؟ باغ نمیخواند شمعون پتروس؟ تو نام کاملا متفاوت است. زیرا عیسی آدم دیوانه بود. ظاهره. برو بیرون. دروازه را باز کنید. پادشاه شما صحبت می کند. دور شد کسافت. چه کسانی نگهبان پتروس بودند؟ و چه کسانی بیرون سلول بودند؟ شمشیرهایتان را بکشید. بکشش. اگر تو نکشی مجبورش میکنم تو را بکشند. بکشش. بکشش. ترجیح میدهی او تو را بکشد؟ قبرس پولس، قبرس. سلامیش در ساحل شمال شرقی است. عنوان یک خیمه دوز خیلی به دریا علاقه داری. این راه من به خواست خداست. خواست خدا؟ خدا میخواهد که من برای غیر یهودیان موعظه کنم. آری پولس، ولی باید مواظب باشیم آنان خدای خودشان رو دارد. نه، ما نباید هرگز مواظب باشیم. باید همچون گاو نر حمله کنیم. باید همچون این کشتی در دریا بت‌هایشان را نابود کنیم و پیش برویم. پولس، ما به دنیا درباره عیسی خواهیم گفت، از اینجا تا روم. روم؟
روم. چرا با بردگان لباس میشویی؟ تا جزای گناهان تو را بدهم. مجبور بودم. از من دور شو. آنان میخوان شریعت را نابود کنن، روش زندگی ما را نابود کنن. نه، تو این کار را کردی. دوستت دارم. عیسی بخشش را. از عیسی با من حرف نزن. تو همسر منی. من یک بیوه‌ام. اگر پتروس را برای آنها نبرم مرا میکشند. برای من تو از پیش مرده ای. خواهش میکنم، التماس میکنم، مرا نکش. پتروس را پیدا میکنم. پتروس یک یهودی احمق است. من شاول را میخواهم، یک تبع روم که بر اون خیانت کرد. تو زنده ای تنها به این دلیل که هرودیس شاه مرده. پتروس را پیدا کن، او را بکش. من تو را زنده میگذارم. نمیتوانم. فکر میکردم این را بگویی. شاول به قبرس رفته. کجا میدانید؟ روم همه چیز را میداند کاهه. دنبالش کن. این افراد با تو می آیند. تو شاول را می کشی، وگر نه آنان تو را خواهند کشت. برادران من، پس بدانید که به واسطه این مرد بخشش گناه به شما اعلام شده است. به واسطه عیسی هر کس که ایمان آورد آزاد می شود. سخنان مرا باور داری دوست من؟ می خواهم. چه چیز مانع می شود؟ ما خدایان بسیار اینجا داریم. از زمانی که دهان باز کردم از آنان خواهش کردم مرا شفا بخشند، ولی هیچ یک نتوانستند. چه مدت هست که پای تو چنین است؟ همیشه. ایمان داری که عیسی می تواند شفایت دهد؟ او میتواند. میبینم تو ایمان داری او میتواند. برخیز و روی پای خود بایست. خدایان به صورت انسان نزد ما آمده اند. ما خدا نیستیم، ما خدا نیستیم، ما خدا نیستیم. ما خدا نیستیم. برنبا جلویشان را بگیر. نمیشود کمی بیشتر زئوس بماند؟
من اینجا هستم تا مجازات خدا را برای گناهان تو اجرا کنم. طبق شریعت او تو سنگسار خواهی شد. تو داور من نیستی. خدا ببخشایم. ما ابلهانی به خاطر خدا هستیم. ما گرسنه و تشنیم، جنده پوشیم و فرسوده، بی خانمانیم و از کار با دستهای من خسته ایم. به هنگام شنیدن ناسزا دعا میکنیم و به هنگام آزار تحمل. لیکن خداوند محبت خود را به ما در آن دورانی که هنوز گناهکار بوده ایم ثابت کرد. مسیح به خاطر ما مرد و اگر شما با لبهایتان اعتراف کنید که عیسی خداوند است و قلباً بپذیرید که خدا او را از مرگ برخیزانید، نجات خواهید یافت. ماه‌ها بعد در آنتاکیه. آرزو دارم برای من هم بسیار. همان گونه که می‌دانید، من سعی دارم همیشه حقیقت را بگویم، حتی زمانی که می‌دانم حقیقت چیزی نیست که همه بخواهند بشنوند. امشب همگی ما خوشحالیم که پتروس از ماه گذشته در آنتاکیه و با ما بوده است و خوشبختیم که بنیامین و دیگران خبرهای خوشی از یعقوب در اورشلیم آوردند. اما برخی از ما از زمان ورود بنیامین دچار ریا شدیم. بعضی از ما زمانی با غیر یهودیان غذا می‌خوردند، اما همین که بنیامین رسید از غیر یهودیان دوری کردند. این ریاکاری است. از چه حرف می‌زنی پولس؟ تو و پتروس. متاسفم پتروس، ولی حقیقت دارد. همین که یاران یعقوب از اورشلیم وارد شدند، شما از غیر یهودیان جدا شدید. شما به دلیل مباحثه بر سر کسانی که ختنه شدند و آنان که نشدند از انتقاد میترسید. مسئله ای بسیار جدی است. برای بعضی شاید، برای من در تعلیم عیسی فقط یک ریشخند است. شریعت میگوید که ایمانداران باید ختنه شوند. ایمانداران به شریعت؟ تو شریعت را رها میکنی؟ غیر یهودیان که شریعتی ندارند، به طور غریزی آنچه را که شریعت میگوید انجام میدهند. آنان شریعت را در خود دارند. آنچه شریعت میخواهد در دلهای آنها نوشته شده است. بسیاری از پیروان عیسی عقیده دارند که آنان هم باید شریعت را بپذیرند. مسیح ختم شریعت است. ختم شریعت. پس هر کس که ایمان آورد نیکوکار شناخته میشود. مسئله جدی تر از آن است که امشب تصمیم گرفته شود. باید نشستی از همه شیوخ برای این مسئله تشکیل گردد. بارنابا درست میگوید. تا یک ماه دیگر در اورشلیم گرد هم میاییم. اورشلیم. خیلی خطرناک است. این معبد من است. هر وقت بخواهم به اینجا میایم. مرد سرسختی هستی پولس. من نمیترسم. اما من میترسم.
به خوبی از آنها پذیرایی میکنی؟ طبق سنت موسی اگر ختنه نشوی نمیتوانی نجات یابی. ولی ما از یهودیان سخن نمیگوییم، بلکه از غیر یهودیان صحبت میکنیم. شریعت شریعت است، یهودی یا غیر یهودی نمیشناسد، کاملا روشن است. ما همواره گفته ایم که پیرو شریعتی، شریعت موسی. حتی عیسی گفت پیرو شریعت. ولی این را هم گفت که نسبت به تفاوت‌های انسان‌ها بردبار باشد. شریعت بردباری ندارد. من و بارنابا در سفرهایمان به چیزهای جالب زیادی برخوردیم. مثلا در سرزمین‌های غرب به مسیح میگویند کریستوس. پیروانش را مسیحی میگویند. مسیحی. چه کلمه زیبایی. فکر میکنم عیسی هم خوشش بیاید. همه شما مسیحی هستید. شریعتی را که موسی به ما داد غیر یهودیان نمیشناسند. وقتی که از شریعت برای آنان میگوییم، به عنوان یک روش خوب زندگی برای همه شرح میدهیم، نه به عنوان قوانینی که باید اطاعت شود. امتها قوانین خود را دارند و ما متوجه شدیم که بسیاری از آنها مانند قوانین ماست. کلمات متفاوتی که همان معنی را میدهند. بله، فرمان خدا مبنی بر اینکه با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود، قانونی است که همه انسانها باید با آن زندگی کنند. مهم نیست یهودی باشند یا غیر یهودی. لکن پذیرش قوانینی چون ختنه کردن برای غیر یهودیان بسیار سخت است. به عقیده من این مهم نیست که دیگران چه غذاهایی میخورند و یا چه لباسی میپوشند. این اصلا مهم نیست. مهم آن است که آنان عیسی را بشناسند و به او ایمان بیاورند. ولی مگر عیسی شریعت را تعلیم نداده؟ چرا داده؟ ولی شما از قول او گفتید دوست داشتن یکدیگر نبض شریعت است و گویی ما باید بیشتر به آنچه در زبانمان است توجه کنیم تا آنچه در قلبمان است. برادران، مباحثه پولس عقیده مرا تغییر داده. نه پتروس، پتروس. خدا از قلب انسان آگاه است و در پاک کردن دلهای ما و امتها هیچ فرقی نمی گذارد. پس نهادن یوغی بر گردن بی ایمانان که از آن آنها نیست بلکه از آن ماست کار درستی نیست. فیض خداوندمان عیسی آنان را نجات خواهد داد، همچنان که ما را. با من موافقی؟ همینطور است یعقوب؟ اتحاد ما در این تصمیم مهم است. ما باید اعلامیه رسمی بدهیم مبنی بر این که به اتفاق آرا تصمیم گرفته ایم. هیچ قانونی را بر امتها تحمیل نکنیم به جز فرمانهای خدا را. اگر کسی به مسیح ایمان آورد، تولدی نو یافته است. همه چیزهای کهنه گذشته است، همه چیز نو شده است. آمین. اورشلیم را خیلی دوست دارم. آره، ولی باید بازگردیم بارنابا. بازگردیم؟ نزد امتها. از سنگسار شدن خوشت می آید؟ من که لذتی نمی برم. این ماموریت ماست. هری، آجر سخت غمگین خواهد شد. همسرت می داند که زندگی تو از آن خودت نیست. آره، اما باز هم پذیرفتنش برایش سخت است. فکر می کنم مجرد ماندن بهتر باشد. دوستش دارم. در این صورت ازدواج بهتر از سوختن در آتش عشق است. بیا هر یک از ما به راهی که خداوند ماموریت داده برویم. آره، آنگونه که خدا ندا داده. ما هنوز در آغاز راهیم بارنابا، راه درازی در پیش داریم. تو به کجا میخواهی برای؟ روم. روم؟ آره، ولی از یونان شروع میکنیم. چه؟ ما را در یونان نمیپذیرند پولس. آنان خدایان خود را میدانند. پس روم را هم فراموش کن، مسخره است. روم؟ ما به انطاکیه میرویم. نه، روم. ما به روم میرویم. پولس،
این مأموریت من است. مأموریت تو آن است که کلام خدا را به جهان برسانی. روم مرکز جهان است. خب بین اینجا و روم امت‌های بسیاری هست. تو به مسیح ایمان نداری؟ تو حق نداری چنین بگویی. کاملا هم حق دارم. نه، تو به خدا اطمینان نداری. هر انسانی ترس‌هایی دارد. ایمان ترس را مغلوب می‌کند. گذشت کن. کمبود ایمان را گذشت نمی‌کند. من به روم نمی‌روم. ولی من می‌روم. باشد، پس تنها برو. پالوس، روم، این نمیتواند خواست خدا باشد. چرا هست؟ من میروم و اگر تو نیایی بدون تو، ولی حتما میروم. خودکشی خواست خدا نیست. آن هم سعی در تعلیم تعالیم عیسی، همان مردی که او را کشتند. دوستت دارم. پس او از بالین مرد برخاست و به آسمان رفت. ما همه می دانیم برای کسانی که عشق به خدا دارند، برای کسانی که مطابق نیت او خوانده شده اند، قطعا همه کارها به خوبی پیش خواهد رفت. زیرا من متقاعد شدم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه حکمرانان، نه حال و نه آینده، نه قدرت ها، نه بلندی، نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در عالم خلقت نخواهد توانست ما را از عشق به خدا به واسطه عیسی مسیح منجی ما جدا سازد. تقدیم به خدا زیموس. تقدیم به اله آتنا. تقدیم به خدای ناشناخته. آتنیان، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتم، زیرا همچنان که در شهر می گشتم و بسیاری از قربانگاه های شما را نظاره می کردم، بین آنها محرابی دیدم که نوشته بود تقدیم به خدای ناشناخته. اما بزرگواران، خدایی که این جهان را آفرید در بتخانه های ساخت دست انسان زندگی نمی کند، که گویا او محتاج دسترنج ماست. او خود به همه موجودات فانی زندگی و حیات می بخشد. ما نباید خدا را تصویری از هنر و تصور انسان‌های فانی بدانیم. در گذشته خدا از نادانی بشر چشم پوشید، اما اینک که انسان به دانش رسیده، خدا می‌خواهد که همه انسان‌ها توبه کنند، زیرا روزی را مقرر فرموده که در آن روز جهانیان را کسی که او تعیین کرده داوری خواهد کرد و خدا او را از مرگ برخیزانید. خدا او را از مرگ برخیزانید و به آسمان برد تا در آنجا به انتظار روزی بماند که ایمان ما نسبت به وی مورد داوری قرار گیرد، به عیسی ناصری. پدرم درباره عیسی برایم گفته. میگویی خدا او را از مرگ برخیزاند؟ آره. Thank you.
صاحب اینجا توی؟ من آکویلا هستم. من پولس ترسوسی هستم. ترسوس؟ خیمه دوزم. پدرم مکانی درست مانند اینجا دارد. از بالای تپه که بویان به مشامم خورد حس کردم در خانه. به این دلیل است که ما خارج از کورنیت هستیم. پدران شهر هنگامی که این بو را حس میکنن اینجا را خانه نمیدانن. قدری آب بینوشید؟ این هم قدری آب برای دوست تازه ما. این پولس ترسوسی است. او هم خیمه دوز است. این همسر من پرشیل است. در نوجوانی با پدرم کار میکردم تا اینکه مرا به مدرسه‌ای در اورشلیم فرستاد. اورشلیم؟ تو پیامبری به نام عیسی را میشناسی؟ من برای رساندن پیام او سفر میکنم. ما مسیحی هستی. پس من در خانه هم. عیسی از عشق گفته. بگو منظورش چیست پولس؟ عشق صبر است. عشق مهربانی است. عشق حسادت، لافزنی، تکبر یا گستاخی نیست. بر طریق خود اصرار نمی ورزد. تند خو و متغیر نیست. از خطاکاری شاد نمی شود. از راستی به وجد می آید. همه چیز را تحمل می کند. همه چیز را باور دارد. برای همه چیز امیدوار است. با همه چیز می سازد. چه حرفای زیبایی پولس. پولس تو باید در کورنیت بمانی. ما ایمانداران تازه‌ای از روم هستیم، نیاز به رهبری داریم. روم جایی است که من میروم. نخست باید به اورشلیم بروم و سپس روم. تو نمیتوانی به روم بروی. یهودیان اجازه ندارن. چه؟ کلادیوس ما را از روم بیرون ران، تمام یهودیان را. برای همین است که ما اینجا. هیچ یهودی. تو نمیتوانی به روم بروی پولس. من در راه رفتن به اورشلیم هستم. نمیدانم در آنجا چه اتفاقی برای من میافتد، جز آن که روح القدس در هر شهر به من میگوید که زندان و آزار در انتظار من است. ولی من ارزشی برای زندگی خود قائل نیستم، مگر آنکه راه خود و مأموریتی را که خداوند عیسی به منظور رساندن خبر خوش لطف الهی که مسئولیت ارسال آن به من داده شده به پایان ببرم. به یاد داشته باشید، اگر با زبان انسانهای فانی سخن بگویم ولی عشق نداشته باشم، سنجی پر سر و صدا بیش نیستم. و اگر قدرت نبوت دارم و همه اسرار و دانستنیها را می دانم و اگر آنقدر ایمان دارم که کوها را به حرکت درآورم، اما عشق نداشته باشم، هیچ چیز نیست. اورشلیم. او کوشید ما را نفرین کند و تمام شهر را طلسم کرد، پس ما زندانی شدیم. شریعت، شریعت گناه است. می فهمید؟ شریعت شما را به کاری وامی دارد که منع شده. سعی کردم. پس باز هم سعی می کنم. ممکن است این را روی میز بگذاری؟ آنجا؟ آره. روی میز؟ آره. شایعه هایی است که تو برخلاف شریعت موسی تعلیم می‌دهی. شایعه؟ من اهمیت شریعت را انکار نمی‌کنم یعقوب. تا آمدن عیسی مسیح مجبور بودیم با آن زندگی کنیم، ولی دیگر تابع آن نیستیم. آنچه اکنون مهم است ایمان و عمل با عشق است. برای یهودیان خیلی مشکل است. آنان با شریعت بزرگ شدند. آری، می دانم. فردا، امروز امروز کسانی را داریم که مدت 7 روز از قول تطهیر دادند. به نظرم باید به آنان بپیوندی. مراسم را با آنان اجرا کن. دعا بخوان. مویت را کوتاه کن. آنگاه همه خواهند دانست برعکس آنچه درباره تو شنیدند، تو هم ناظر و نگهبان شریعتی. مویم را بزنم؟ قربانی کوچک مردی که در راه خدایش ضربه خورده. یعقوب، من برای استراحت به خانه آمدم. به زودی طولانی ترین سفرم را آغاز میکنم. اما با تو موافقم. برای مردم مهم است که بدانند من از شریعت پیروی میکنم. کجا میروی؟ روم. به انتهای دنیا.
به من دروغ گفتی، گفتی شاول مرده. سربازان خودت دیدن سنگسار شد. همین الان زنده و در معبد است. چگونه؟ با کوشش. روبن، صبر کن. زنده؟ تو داور اونی سی روبن. من کاهنی هستم در خدمت خدا. با کشتن به خدا خدمت نمی کنی. هر طور که خدا بخواهد خدمت می کنم قبالایل. اینجا نه، در معبد نه، من اجازه نمی دهم. تو به خدا خدمت نمی کنی، بلکه به خشم و حسادتت. اسرائیلیان، این مردی است که دنیا را علیه ما، قوانین ما در اینجا برانگیخته. او این مکان مقدس را ناپاک کرده. نه، بس است، بس کنید، بس کنید. چرا این مرد را تنبیه میکنید؟ قانون خدا را شکسته. او هیچ قانونی را نشکسته. اگر قانون شکنی کرده، باید قانون تصمیم بگیرد. شما حق ندارید به میل خود او را بکشید. مسئله ایست مربوط به یهود. یهودیان تابع رومیانند و در اینجا روم من هستم. من رومم. بیاوریدش. فرمانده، فرمانده، باید فوراً دستور مرا اطاعت کنید. بلندش کنید. با تو چه کار کنم یهودی؟ با کشش. چرا؟ تهدیدیست برای روم. این مرد؟ او فرقی مذهبی را رهبری می کند که پیروی عیسی ناصریست. او مصلوب شد. آنان تعلیم می دهند که از مرگ برخاست. اگر تعلیم بدهند که تبدیل به یک قوش شد، همه اهمیتی نمی دهند. آنان شورش علیه روم را تعلیم می دهند. این گونه است یهودی؟ تو شورش علیه روم را میخواهی؟ او بیازار است. بکشیدش. اینجا هر تصمیمی را من میگیرم گایوس، نه تو. این مرد کشته نمیشود، دلیلی ندارد. باید برای تحریک به شورش تازیانه بخورد. آره، آشد، تازیانه. من یک تبعه رومم. چه گفتی؟ یک تبعه روم به دنیا آمدم. او تبع روم است. هنوز هم میخوایی کشته شود احمق؟ بیاوریدش داخل. من او را در برابر شورای شما میآورم. مردم مرگ او را میخواهند که من نمیتوانم اجازه بده. همچون از زمان تولد یک تبع روم است. یهودی آری، ولی یک رومی هم هست. اگر لازم باشد شما تصمیم مجازات مناسب را برایش خواهید گرفت. برادران، از زمانی که با عیسی دیدار کردم با وجدانی آسوده زندگی کردم. کفگویی است، دهانش را ببندید.
خداوند تو را بزند. تو ایستاده ای آنجا تا مرا طبق قانون قضاوت کنی، آنگاه با تخلف از قانون دستور زدن مرا میدهی. شول! داری با کاهن اعظم سخن میگویی. اگر پیرو شریعتی میدانی که چه میگوید. شریعت میگوید نباید به رهبر قومت بدگویی کنی. پس معذرت میخوام. برادران، من یک فریسی هستم. من هم مانند شما پیرو شریعتم. من اینجا به دلیل شریعت محاکمه نمی شوم، بلکه به سبب امید به رستاخیز است. خداوند با من سخن گفته است. این کفرگویی است. ساکت، ساکت. ما گناهی در این مرد نمی بینیم. او پیرو شریعت است. این مرد به شریعت موسی توف می اندازد. او عشق می آموزد. خدا عشق می آموزد. او برخواه می آموزد. خدا عشق می آموزد. پولس، پولس، شهامت خود را حفظ کن، زیرا همان گونه که در اورشلیم برای من شهادت دادی باید در روم هم بدهی. این مرد باید بمیرد. اگر نتوانیم طبق قانون این کار را بکنیم، باید بدون آن انجام شود. برادران، لحظاتی فرا میرسد که قانون نمیتواند عمل کند، ولی زمانی است که خدا به دلیل شهامت من ما را برکت میدهد. داوود این را میدانست، سلیمان این را میدانست. آنان شهامت عمل داشتن، ما هم باید چنین باشیم. من نمیخورم و نمیاشامم تا زمانی که شاول ترس و سیب بمیرد. آیا شما با منید؟ مجبور نبودم امروز صبح برای ارباب احمقم صبحانه درست کنم. برای چی؟ سوگند یاد کرده. میگوید تا آمپولوس احمق نمیرد نمیخورد و نمیاشامد. امیدوارم برای همیشه نخورد. رهایم کن، رهایم کن. داودی، بیدار شو. مجبوری امروز برای صبحانه زنی را داشته باشی. و این کار به دستور من فوراً انجام می شود. بیا. خب، چه می خواهی دختر؟ پولس قرار است کشته شود.
یهودیان. قرار محرمو نیست. فردا که او را به شورا بیاورید به شما حمله میکنند و پولس را میکشند. این را از کجا میدانی؟ زنان چیزهایی میفهمند. خوب است. امشب او را به قیصریه میفرستم. به راه خود برو و به کسی چیزی مگو. دختر، متشکرم. رومیان، قیصریه. پولس، یک خبر. پادشاه مرده؟ این که خبر نشد. پادشاه جدید برای بازدید می آید. اگریپا؟ یک هفته دیگر. باید حاجتم را به عرض او برسنم. آنان که حاجتی دارند پیش بیایند. نامت پولس ترسوسی. من هنانیا کاهن اعظم اورشلیم. و اتهام کاهن اعظم. این مرد شاول آشوبگری است بین تمام یهودیان جهان، نه فقط اسرائیل که تمام امپراتوری. همچنین سردسته فرقه خلافکاری است که دور مسیح فریبکار عیسی ناصری جمع شدند. او معبد را آلوده کرده، شریعت موسی را نپذیرفته، علیه روم تحریک به شورش کرده و آگریپا را بدنام نموده و عشق پایانی ندارد و عیسی زنده است. اعلی حضرت، چرا انقدر سخت است باور کنیم که مسیح آمده؟ او با من سخن گفت، گفت که این حقیقت را به جهانیان برسانم. من فرمانهای او را اجرا کردم، چیزی نگفتم جز آنچه پیامبران و موسی گفتند انجام خواهد شد، که عیسی باید رنج بکشد که به عنوان نخستین برخواسته از مردگان نور الهی را بر قوم ما و امت ها بتاباند. تو دیوانه شده ای پولس ترسوسی. دانش بسیار تو را مجنون کرده. من حقیقت را میگویم. شما به پیامبران عقیده دارید. حال میخواهی مرا هم یک مسیحی سازی پولس؟ نه تنها شما را، که همه کسانی را که به من گوش میدهند. این مرد دیگر چه اتهاماتی دارد کاهن؟ من به هیچ وجه به معبد، به شریعت یهودیان، به پادشاه یا امپراتور توهین نکردم. کاهن اعظم، این مرد کاری نکرده که مستحق مرگ یا زندان باشد. از دادگاه امپراتوری آزادی خود را درخواست دارم اعلی حضرت. تو یک اشتباه کردی پیامبر.
اگر از امپراتور درخواست نکرده بودی من تو را امروز آزاد میکردم، ولی به داوری من اطمینان نداشتی، پس اکنون تقاضا خواهد شد تو به حضور امپراتور بروی در روم. برای مردی که باید آزاد باشد سفری بس طولانی است. خدایت نگهدارت باشد. تو هرگز از روم باز نمیگردی تا همه دروغینت را موعظه کنی. روم، روبن، تو مردی را به سبب جاه طلبیت نابود کردی. تو هیچ چیز از عقیده من نمیدانی. عشق تو به شاول کورت کرده است. عشق من به خدا به من میگوید او روش های بسیاری برای نشان دادن عقیدش دارد. من به زندگی پس از مرگ ایمان دارم روبن، ایمان دارم خدا قلب های ما را میشناسد، و ایمان دارم که در آن روز در برابر او میستیم و پاسخگو خواهیم بود. پس من هم خدمت به او را برمیگزینم، نه با خیال زندگی پس از مرگ. عیسی مسیح نبوده. من عقیده ندارم عیسی مسیح است، اما آنچه اطمینان دارم این است که تو اشتباه میکنی. تو ایمان واقعی به اسرائیل نداری. پولس، پولس، خواهش میکنم، این مرد دوست من است. متاسفم دوست من. من هم متاسفم. غرور چه گناه احمقانه است. گناه هوشمندانم هست. تو زندگی مرا نجات دادی، تو روح مرا نجات دادی. تنها خدا قادر به آن است. تو خدا را به من شناساندی. ممنونم. فراموش نکن خدا میخواهد کسانی را که به ما ظلم کردند ببخشاییم. مطمئنم روبن تو را دوست داشت. خداوند مرا به روم خوانده است. منتظرت میمانم. من باز نمیگردم. او به من گفته است. خدای من، تو خدا را خوشنود میکنی بارنبا. تو مرد قوی و مهربانی هستی. او به تو اینجا نیاز دارد و به من آنجا. کارفرمای سختی است. امروز برای من خیلی سخت است. در بهشت میبینمت. آنجا خواهم بود تا در دروازه به تو خوش آمد بگویم. چرا؟ او رفته، هرگز باز نخواهد به روم رفته. امپراتور خواهد دید که من در ساکت کردن او قصور کردم. به تو گفتم او را بکش. دیگه
نترس پولس، تو باید در برابر امپراتور قرار بگیری. تمام کسانی که در کشتی‌اند سالم خواهند ماند. خدای من، پروردگار من، تو با منی حتی تا پایان دنیا. زیرا نوشته شده آنان که هرگز از او برایشان گفته نشده خواهند فهمید و آنان که هرگز از او نشنیدند خواهند شنید.